با سلام به شما، به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید. من جمشید چالنگی با شما عزیزان هستم از واشنگتن در شبکه تلویزیونی ایران فردا. مثل همیشه به بررسی آخرین خبرها و رویدادهای ایران میپردازیم و نیز در عرصه بین المللی آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه میگذرد؟ آیا جنگ دو جناح حکومت ایران در روزهای آینده وارد مرحله گسترده تری خواهد شد؟ چه کسانی نامزد ریاست جمهوری در حکومت ایران خواهند بود؟ آیا انتخاب هر یک از نامزدهای انتخاب شده توسط شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند راهگشای حل مسائل مردم ایران باشد؟ در عرصه دیگر پیامدهای برنامه اتمی ایران برای مردم ایران چیست؟ آیا آنچه که لجاجت جمهوری اسلامی بر سر ادامه برنامه اتمیش خوانده می شود به سود مردم ایران است؟ اینها و پرسش های دیگر در همین زمینه ها را در میان می گذاریم با میهمان این برنامه تفسیر خبر در واشنگتن، آقای اردوان روزبه عزیز که با من و شما هستند در استودیوی واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، آقای اردوان روزبه نیاز به معرفی بیشتری ندارند، هم اسمشون برای شما آشناست و هم چهره ایشون. یک بار دیگه در همین برنامه بودند در تفسیر خبر از شبکه ایران فردا و در دور پیشین تفسیر خبر نیز با من و شما بودند و همینطور شبکه‌های تلویزیونی دیگه. آقای اردوان روزبه به طور اختصار مدیر و سردبیر رادیو کوچه هستن، رادیو کوچه که برای همه شما عزیزان، اونها که اهل خبر هستن، رسانه همنشین، همراه و با شما همدل و یکی از منابع مورد اعتماد شماست در گرفتن خبر و تعقیب خبر. تعقیب نه به معنی قضاییش و پلیسی، بلکه به عنوان پیگیری یا دنبال کردن خبر. آقای اردوان روزبه دارای سابقه روزنامه نگاری گرانقدری هستند. بیوگرافی ایشون علی‌رغم سن نچندان زیادشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست. اینی که مختصر کوتاه میکنیم و به ایشون خوش آمد میگیم و سلام به شما. سلام بر شما آقای چالنگی، خیلی متشکرم. مثل همیشه توانمندی های شما آدم رو به وجد میاره و معمولا در برنامه شما همیشه وقتی دعوت میکنید آدم شجاعت اینکه حتی بخواد فکر بکنم نداره. خیلی متشکرم از اینکه در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم از اینکه لطف کردید و خیلی خوشحال میشم اگه بتونم کاری در برنامه شما انجام بدم. یکی از خصوصیات دیگه آقای اردوان روزبه بزرگواری ایشون هست و ابراز لطفی نسبت به بنده و بقیه همکارانشون. به هر حال ممنونم از شما جناب روزبه عزیز. من لازمه همینجا قبل از آغاز سخن تبریک بگم به شما و تیم خوبتون در تلویزیون ایران فردا و امیدوار باشم که حضور هر رسانه تازه
به میزان آشنایی و دانش مردم در ایران و بیرون، چه آنها که بیرون هستن از ایران و چه آنها که داخل هستن از مسائل بیرون، میافزاید و این اتفاق مبارکیه. دلم میخواست اینو در این برنامه بگم. با سپاس از شما و ما امیدوار هستیم که شرایطی پیش بیاد در آینده نزدیک، هرچه پیشتر میریم شما عرصه بهتر و گسترده‌تری برای استفاده از توانایی‌های شما در عرصه‌های مختلف به وجود بیاد. آقای روزبه گرامی، میدونم تا لحظه پیش داشتین خبرها رو دنبال میکردین. تقریبا من عرض کنم مهمترین خبری که الان دیدی چی بود تا همین لحظه پیش؟ البته این سوال خیلی سختیه، چون مسئله مهم این هستش که واقعا آدم درگیر چه خبری هست و در چه حوزه هایی. ایام تعطیلاته و شما میدونید که یکی از اتفاقات جالبی که در ایران میفته که فکر میکنم در خیلی از جاها معمول وجود نداره، تغییر رسانه‌ست، امور رسانه‌ست در روسیه، یعنی 13 بدر و عید و خب میدونید که به روش مشهور بین و تعطیلین تقریبا دو تا روز رو هم تعطیل کردن در ایران، البته مدارس به طور رسمی و ادارات رو هم با اعلام اینکه اگر مایل باشید میتونید مرخصی بگیرید، که تقریبا کسی نیستش که مایل نباشه مرخصی بگیره. در نتیجه با جرات میتونم بگم که بسیاری از کنش ها و واکنش ها و اتفاقات در ایران در حالت فریز و در حالت ایستاده قرار داره از شب عید به این ور. اما مسئله آلماتی و 20% غنی‌سازی یک بحث جدی و مهمی بود که مطرح شده در این چند روزه. اجازه بدید بگم که در چند روز گذشته خب به حال ما چند خبر جدی در ارتباط با فوت داشتیم از اساتید مسلم علوم انسانی. دکتر بادیان فوت کردن، یکی از هنرپیشه‌های ایرانی به نام خانم عسل بدیعی دیروز فوت کرد. واقعا خم‌انگیز بود. واقعا همینه. میخوام بگم که شاید ما هممون بسیاری از مواقع فکر میکنم آقای چالنگی درگیر هستیم که در دنیای سیاست چی میگذره، اما من اعتقاد دارم که بعضی وقتا سیاست زدگی باعث این شده که ما بسیاری از مسائل رو دنبال نکنیم. در جامعه ما اتفاقات مهمی میفته. مسلم. و وقتی اینجور اتفاقا میفته من به خودم فکر میکنم که واو چقدر ماها دوچار سیاست هستیم. غنی سازی 1% پایین 2% بالاش انقدر ذهن ما رو همه رو مشغول میکنه که گاهی فکر میکنیم که اساتید مسلمی هستن که از بیش بین ما میرن و ما بهش فکر نمیکنیم. ایامی هستش که مسائل اقتصادی بر مردم سر تنگ کرده. امروز به هر حال اگرچه ما نگرانی هایی در بحران های داخل کشور داریم، ولی ممکنه که در این بین فراموش میکنیم که خانواده ایرانی امروز چطوری گوجه فرنگی رو با کیلو 5000 تومان باید بخره. و من فکر میکنم که شاید باید مراقب باشیم، حداقل ما مطبوعاتی باید مراقب باشیم سیاست زده نشیم، نه اینکه به سیاست نپردازیم بلکه سیاست زده. ولی اولش که من پرسیدم مهمترین خبر چه خبری بود، براتون گفتین خیلی سخته، برای اینکه معمولا دیدین از خواننده‌ها میپرسن بهترین آوازتون بیشترین کدوم دوست دارید، منتظر بودم شما یه جواب مشابه بدین که خیلی سخته برای من همه خبرها مثل خواننده‌ها میام، مثل بچه‌هام هستن همه رو دوست دارم. خب میدونین ما یه تیم خبری هستیم از چند گوشه دنیا. سازمان ما سازمان کوچکیه و ما کارمون رو تقسیم کردیم. بعضی وقتا میشه که ما به خودمون مرخصی میدیم واقعا، یعنی وقتی که نوبت همکار من در یک کشور دیگه است من جدا ترجیح میدم دیگه سراغ خبر نرم. اینو واقعا به شما میگم، برای اینکه انقدر این استرس داره و انقدر این بی دلیل نیست میگن جزو مشاغل سخته، چون واقعا شما همش با استرس زندگی میکنید. خب اینم خودش یه خبره، الان شاید خیلی از بینندگان ما مایل باشن این بدونن. اردوان روزبه با ما هست، مدیر و سردبیر رادیو کوچه. این کنجکاویست، یعنی چرا اسم کوچه رو انتخاب کردین؟ اشاره به کتاب کوچه شاملو هست، فرهنگ کوچه هست، کلمه کوچه خیلی در شهریت ما یا شهر نشینی ما معنی داره. خب این... و فرهنگ کوچه همه اینا هست. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه به این نکته هم اشاره دارید میکنید. واقعیتش اینه که وقتی ما سال 2009 کوچه رو شروع کردیم، شاید به نظر بیاد که یه خورده میشه اون چیزهایی که این روزها فراماده همش گردن همه چیز میفته، آقای مشایی فراتر از ماده دستور میگیره، آقای ایکس خداوند بهش مستقیما وحی میکنه و ما میترسیم اگه بگیم. که واقعیتش اینه که من وقتی داشتم به چند عنوان فکر میکردم برای رسانه نوپای جوانی که میخواست کار رو شروع بکنه، خب اسمهای مختلفی وجود داشت ولی مسئله فرهنگ کوچه
همونجوری که مرحوم شاملو شاهی داره بهش، فرهنگ کاملا از بحث مردمه و اتفاقات مهم در کوچه میفته. شاید به جرأت ما وقتی حرف میزنیم اتفاقات در بزرگراه ها نمیفته، اتفاقات در خیابان ها نمیفته، دقیقا کوچه ها هستن که اولین خبرها درشون دست به دست میشه. حتما به خاطر شما دارید و میدونید که وقتی که اون رادیوهای بزرگ ترانزیستوری های گنده لامپی بود، مردم در کوچه ها در قهوه خانه ها جمع میشدن، کسی در خانه میشون خبر رو دنبال نمیکرد. و در نهایت این کنش ها واکنش ها منتهی به یک شب به خواب شد و نمیدونم، شاید این اصلا به نظر خنده‌دار بیاد، ولی مرحوم مشیری در خواب بود، دیتو مرتاب شبی باز از آن کوچه گذشتن. و جالب بود که شاید این به کار خبر رفت نداشت، ولی دیدن خواب آقای مشیری تو اون انتخاب اون شب، شاید به خاطر استرس هایی بود که من سال 2009 داشتم، متقن کرد که انتخاب آقای شاملو و مشیری انتخاب غلطی نیست و این کوچه است که سرنوشت ما توش داره تعیین میشه. ما در خانه هامون پشت حریم خصوصیمون هستیم، ولی در کوچه ها جایی هستش که دست به دست هم میدیم و به هم میگیم با این عنوان خبردار شدید فلان اتفاق افتاد، شنیدید فلان چیز شد، و این مهمترین بخش بود. آقای چلنگی عزیز، من به شجاعت دارم میگم که امیدوار هستم باور بفرمایید که از نظر ما مهمترین طبقه جامعه طبقه متوسطی است که در خیلی از موارد جدی گرفته نشده. طبقه متوسط ظاهرا خیلی معتقدن، صحبت اقتصاد هم کردین الان، گوجه گفتید 5000 تومانی بود، گوشت و قند و همه اینا رو مطمئنم نرخش شما دارید، تقریبا بررسی بهتر از من و شما میدونم، ولی صحبت کوچه رو داشتیم میکرد. درسته، عرض کنم خدمتتون یه فرهنگم وجود داره در کوچه که انگار اهالی کوچه فامیل و یه خانواده هم هستن، بدون اینکه تعهد یا عرض کنم جای امضا کرده باشن یا فرمانی دستوری چیزی باشه، یه مسئولیت های مشترک و آب و جارو کردن، تمیز نگه داشتن کوچه همیشه وجود داره. این چیزی خیلی خوبه، از این رادیو کوچه همچین روحیه ای داره. باور کنید که من با شجاعت تمام به شما میگم، من یکیه که دوستان رو وقتی الان اسم کوچه دارم میارم، چون ما تقریبا 2 ماه پیش 3 ماه پیش سومین سالمون رو گذر کردیم و رفتیم وارد چهارمین سال فعالیت رادیو کوچه شدیم با یه بخش کوچه که تصویری و مجموعه رسانه‌ای و صدایی که داریم. یک به یک بچه‌ها که در کوچه کار کردن یارانه پرداخت کردن از جیبشون، یارانه ای دادن، یعنی اومدن سهمی گذاشتن که شما همینه. شاید این یارانه پول نباشه، ولی به نظر من پول اصلا مهم نیست. کوچه با پرداخت های بسیار ناچیز برای تیم همکارانش داره کار میکنه. شاید برای بعضی از دوستان ما وقتی میگیم، میگن شما شوخی میکنیم، میخوایم ما کار نکنیم باهاتون، میگن ما 40 تا همکار داریم، همه همینجوری دارن 3 سال کار میکنن. بخشش رو واقعا دوستان یارانه دادن، چون کوچه کوچه خود دوستان بود. ما چیزی به اسم سانسور در کوچه نداریم، ما چیزی تحت عنوان به مفهومی که کسی نظارت بکنه و خط قرمز بکشه نداریم. ما خط قرمزمون خیلی معلومه، اقلیت ها در جامعه ما مهمترین افراد هستند به دلیل اینکه اقلیت هستند. اکثریت حق خودشو بلده بگیره، ولی اقلیتی که نمیتونه حقشو بگیره. ما میگیم خط قرمزمون ورود به مسائل اقلیت هاست و آزار اونهاست. کودکانه که نباید مورد آزار و تهدید قرار بگیرن. و بحث قومیت ها در ایران هستش که بحث طولانی است. امروز با یکی از دوستان کرد سر همین موضوع ما بحث داشتیم. ما وقتی میگیم قومیت، یک آن دوستان برمی آشوبند بسکت کلمه قومیت به خاطر توهین و کوچک فرض کردن اقوام مطرح شده در ایران، همه زود میگن ملت ملت، و من معتقدم ما مجموعی از اقوام بزرگ هستیم که ایران به ملیت ایرانی رو میسازه و حقوق اینها در کوچه رعایت میشه، چون مال خودشونه، ما تصور نمی کنیم چیزی نباشه. بله، من دو تا نکته رو بگم. آقای کمالی بود معلم شیمی ما بود، میومد میگه دو مسئله مهم امروز میخوام بهتون بگم، دومی چون مهمتره اول میگم. ما اون اول بگو. یکی برنامه سرزمین ما هست که قطعا توجه دارید در ایران فردا داریم شنبه ها پخش میشه که راجب اقوام هست، همه عرب تبارهای ایران، کردها، بلوچها، تاتها، تالشها، بختیاریها، همه قرار هست صحبت کنه، هر چی که هست بگه، تریبون آزاد، مطالباتی که هست، مشکلاتی که هست. دوم همین تجربه رو که میگید، انگار که در ایران یه کار مستقل کردن همیشه مثل هم بوده،
همین تجربه رو که آقای اردوان روز بهش اشاره کردن در بنیاد نهادن رادیو کوچه که گفتید خود بچه ها آمدن شریک شدن دیگه با کارشون، ما این تجربه در روزنامه بامداد داشتیم بعد از انقلاب. دوستانی که الان در ایران هستن هر جا هستن تندرست باشن، آقای روحانی گرامی و بقیه دوستان، همه کسانی که هستن، خود بنده مثلا تعهد کردم پولی نداشتیم، گفتیم بدون هیچ کارمزدی در خدمت هستیم، نوشتن، ترجمه، همه کارهای دیگه و دوستان دیگه. کسانی هم که پول داشتن خداوند بیامرزه که انسان خوبی بود، بسیار شخصی بود، نماینده روزنامه مطبوعات بود در شیراز، آقای میرزاده اومدن گفتن که من هم هستم، این پول از شیراز اومده بودن، مبلغی گذاشتن. برحال این تجربه هست، امیدوارم به هر روز هم هست. بعضی هم میگن دیگه نمیشه، سخته، ولی من میگم نه، شدنیست. وقتی اسم کار مطبوعاتی میاد ماها به نوعی بیمار هستیم. آقای چالنکی گاهی اوقات خانم من میگه که شماها باید برید به دکتر خودتون رو نشون بدین، چون شما عادت کردید به زندگی سخت. و وقتی آدم به سختی عادت میکنه دیگه احساس رنج نمیکنه، فکر میکنه همینه زندگی. گاهی اوقات وقتی میبینم من با یادم میاد این روزها که وارد بحرانهای نزدیک داریم میشیم به خرداد و اون خرداد مشهور 88 و اون روزهای سختی که همه ما تجربه کردیم، و با خودم فکر میکنم عجیبه آدم شغلی رو داشته باشه که با لحظه لحظه که در جای دیگه اتفاقی میفته بدون اینکه به تو ربط داشته باشه، نه فیزیکی نه شرایط، ولی تو رو انقدر با دغدغه ببره جلو که ساعت‌ها بخش عمده از زندگی تو باشه. مسائل و بحران‌های ایران بخش زندگی اکثر ما روزنامه‌نگارانه، اگرچه امروز بیرونیم. گاهی اوقات این تفکیک انجام میشه، روزنامه‌نگار داخل، روزنامه‌نگار بیرون. بعضی وقتا میگن شما بیرون هستید و مسائل بچهای داخل رو درک نمی‌کنید. من اینو قبول ندارم. ما هر کدوم به فراخور حال هر جا که هستیم در دنیای رسانه امروز دغدغه‌های مشترکی داریم. من در کشوری زندگی می‌کنم که گوجه فرنگیشو به دلار می‌فروشن، نه به تومن. من الان اینجا ازم بپرسن گوجه فرنگی کیلو چنده، نمی‌دونم چنده. ولی می‌دونم در ایران گوجه فرنگی کیلو 5000 تومان. من می‌دونم که بازار مرغ در ایران اندکی کاهش پیدا کرده قیمتش به خاطر اینکه توزیع شده. اینا چیزاییه که من اصلا در زندگی معمولا نمیدونم. شما میدونید که ارزش جان آدمی زاد به قول احمد شاملو در ایران چقدر؟ این واقعیتی است که همین متاسفم. خب صحبت خرداد کردیم، بعد نیست بریم به همین موضوع اتفاق انتخابات. این انتخابات تجدید اردوان روزبه به عنوان یک مفسر، ناظر، یک روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر یک رسانه خبری مورد اعتماد بسیاری از مردم، این انتخابات چطور میبینید؟ داره به چه سمتی میره؟ یک دعوای فارغ از نیازهای کشور و مردمه، یا اینکه نه، اگر آقای ایکس به جای آقای ایگرگ انتخاب بشه، امید این هست که گوجه فرنگی کیلو 4000 تومان نرخ بیاد پایین‌تر، روی خیلی سفره‌ها دیده بشه گوجه فرنگی. واقعیت اینه که آقای چالنگی سوال خیلی پیچیده و سختی است، برای اینکه این سوال خیلی؟ بله، واقعا به نظر من سخته، به دلیل اینکه تجربه در طول سالها در ایران ثابت کرده که آنچه که میرود بالا به این راحتی نمیاد پایین، حتی دوست. اگر آدم‌های بیان و اظهار بکنن کاری میتونن بکنن. فراموش نکنید شعارهای تبلیغات انتخاباتی های گذشته رو، نفت بر سر سفره مردم، کمک های مالی، افزایش سطح زندگی مردم متوسط در ایران، اشاره اول صحبت هم کردم در ارتباط با طبقه متوسط در ایران، به نظر من بیشترین ضربه و فاجعه در حال حاضر متوجه مردم طبقه متوسط در ایران در حال حاضر، به جهت اینکه طبقه متمول بنابر سیاست های غلط دولت به هر حال درک مناسبی از بازار داشته و خودش رو کنترل کرده، طبقه بسیار پایین دست و فرودست جامعه از نظر مالی عرض میکنم، فرودست نه از نظر فرهنگی، اونها هم متاسفانه شرایط هرچی که بد شده الان در گذشتن بد بوده برشون. ما طبقه عمده جامعه داریم که طبقه متوسطه هر روز داره به طبقه پایین نزدیک تر میشه، بحثم از نظر اقتصادی است کاملا. این طبقه متوسط که کاملا درست میگید، ادامه حرفتون فراموش نفرمایید،
قبل از انقلاب خب این وجود داره، این نظر بود و واقعیت هم داشت که از نظر اقتصادی طبقه متوسط بیشترین افراد جامعه رو در خودش داره، وسیع ترین، گسترده ترین. بعد از انقلاب این نظر هست با توجه به واقعیت ها که این طبقه هرچی کمتر و کمتر شد، بیشتر سریدن به طبقه پایین‌تر ندار کشور. ببینید، من اینجوری تصور میکنم که اجازه بدید خیلی یه خورده پا رو فراتر بذارم و بگم که طبقه متوسط چند اتفاق براش افتاد. اول از این که ساختار یک حاکمیت وقتی بر مبنای خردگرایی نباشه و نخبه‌گرایی در اون حاکمیت به عنوان یک معیار سنجیده نشه، در طبقه متوسط دو اتفاق اصولا میفته. همونجور که شما میدونید لحاظ ساختارشناسی اجتماعی مهمترین طبقه برای حاکمیت در یک اجتماع طبقه متوسطه. اگر اشتباه نکنم نقل افلاطونه و البته امیدوارم افلاطون باشه و من اشتباه نکنم که مال بنده که نیست. بله، بالاخره اگه مال شما نیست پس مال افلاطونه. میگه که مهمترین طبقه برای اداره کردن یک جامعه طبقه متوسطه. امیدوارم که اشتباه نکنم که مال افلاطون است من باشه. چون میگه که طبقه مرفه هیچ وقت دردهای جامعهش رو درک نمیکنه و طبقه پایین به فرود است اینقدر رنج ها رو با خودش میاره بالا که اصولا ممکنه که برای جامعهش مفید واقع نشه و این طبقه متوسطه که غیر کار میکنه. در گذشته پیش از انقلاب ایران وقتی کسی میگفتند آقازاده چه کار است، میگفتند کارمنده، ملت 80% کارشون حل بود، چون کارمند طبقه متوسط بود، به معنای این بود که شمه درسی خونده، حقوق حالا با اصطلاح اون قدیم آب باریکه ای داره، زندگی متعارفی داره و نشانه سلامت بود طبقه متوسط بودن. به جهت اینکه یک معلم طبقه متوسط بود، یک کارمند طبقه متوسط بود، یک نظامی طبقه متوسط بود. اما این اتفاق بعد از انقلاب به چند علت تغییر کرد. اول از اینکه تعریف طبقاتی به نظر من تغییر کرد. وقتی حکومت اولیگارشی میاد، وقتی حکومت هایی میاد که به هر حال طبقه قلیلی بقیه حکمرانی میکنن بدون در نظر گرفتن شرایط اونها، معیارها و سنجش ها بر اساس ارزش گذاری های سی اون طبقه کوچیک قرار میده. حالا در این طبقه کوچولو به یه روش خاص میاد سر کار. من نمیخوام خیلی سر اون بحث بکنم. در هایتی کسی مثل دکتر دوالی با نظر مردم میاد سر کار، ولی همین پاپادوک در یک دهه بعد خوناشام ترین حاکم در هایتی. خیلی نمونهاش در تاریخ بوده، بسیار زیاده. هیتلر، حتی هیتلر به قول شما همین اینها که نگاه میکنید با هورای مردم وارد شدن و با توف و لعنت رفتن و یا حداقل با رنج مردمشون رفتن. اینه که من با اون قسمتش کاری ندارم، اما اون چه که اتفاق میفته، طبقه ای که و خطری که وجود داره، البته نظر من طبقه ای که علاوه بر این که نظرات خودش رو اعمال میکنه، نظر خودش رو فراتر از همه نظرها به دلایل مختلف میدونه، از جمله باورهای الوهی که داره و فکر میکنه که آنچه که گفته میشه نه از زبان اون که از زبان اوست، ولی نه از بیان و فکر اون که از جای فراتر هست، این طبقه متوسط رو مزمحل میکنه. من معتقدم در 30 سال گذشته، 35 سال گذشته، طبقه متوسط در ایران رو به اضمحلال گذاشت. حالا این طبقه متوسط هر چی که ازش مونده چه اثری داره توی این انتخابات، چقدر میتونه اثرگذار باشه، با شرکتش، عدم شرکتش، درصدی از این طبقه متوسط شرکت کنه، چقدر تا الان همین چند ساله، 8 ساله آقای احمدی نژاد مثلا نمایندگی کرد خواسته های این طبقه متوسط و خواسته های طبقه فقیر رو و چقدر نمایندگی نکرد، به زیانشون عمل کرد. بیشک من معتقدم که دولت 8 سال گذشته در ایران ثمرات عجیب غریبی داشت برای خودش و من اعتقاد دارم که ما یک سایتی رو میبینیم گاهی اوقات، پیشنهاد میکنم شما هم ببینید، ممکنه برای آشنایی مردم جالب باشه. صفحه و سایتی هست به اسم احمدی‌نژاد.co، نه .com، .co. اونجا مردم بدون سانسور نظرشون راجع به آقای احمدی نژاد می‌نویسن. به نظر من بعضی نظرات بسیار نابه و بسیار درسته در این سال. اشاره می‌کنم خیلی خوب و من هم تایید می‌کنم. آقای احمدی نژاد اولین فرایند رو به لحاظ ریزش در نظام به وجود آورد به صورت بارز. چون در گذشته ما داشتیم این جدل‌ها رو در درون نظام، اما هیچ وقت بارز نبود. و مهمترین اتفاقی که در دوره دوم آقای احمدی نژاد افتاد
خطاهایی بود که در نظام شد و اینم به نظر من ناشی از خودباوری بسیار گسترده‌ای بود که در حاکمیت در نظام وجود داشت و با این خودباوری بود که هیچ کس فکر نمی‌کرد محاسبات غلط در بیاد و محاسبات غلط در اومد. محاسبات کی؟ محاسبات حاکمیت در ایران با وجود آقای احمدی نژاد. وقتی رهبری ایران آیت الله خامنه ای در صراحت کلام میگه نظر من به آقای احمدی نژاد در اوج اون درگیری ها اوج اون کتککاری ها، شما ببینید در یک کشوری مثل ژاپن وقتی یک خطا در یک شهر انجام میشه مسئولین اون شهر، شورای اون شهر، حالا اگر هاراگیری نکنن و خودشون رو نکشن و خودکشی نکنن هم استعفا میدن. شما میبینید چند وقت پیش در کجا بود در جریان این سونامی چند نفر از بله در ژاپن در جریان سونامی که پیش آمد با اون بحث راکتور اتمی که مسئله پیش آمد فوکوشیما، اینها بسیاری از مسئولین کشور مستعفی شدن. حالا ببینین اردوان عزیز، آیا همین مشکلاتی که هست، ببینین اینی که میگید اصلا قابل قیاس با ایران نیست، یعنی این سنت در ایران گذاشته شد در جریان جمهوری اسلامی که جنگ با عراق حالا چرا 8 سال ادامه پیدا کرد، به چه شکل، چرا به اون شکل تموم شد، پایان بهش داده شد. آقای محسن رضایی ایشون میاد با صراحت اعلام میکنه بنده مسئولیت شکست جنگو میپذیرم. خب بعد نت هیچ اتفاقی براش نمیفته، یعنی اینکه میشه یه کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که اینم خود بله. اصلا همین اسم خیلی جالبه، هایی ما داریم میریم از این ور برسته، همین اسم یعنی مجمع تشخیص مصلحت کشور که وجود نداره، من بله نظام هست. حالا حرف من این هستش که برگردیم به همون حرف اصلی، همین مشکلات که میگیم گوجه کیلو 4000 تومن هرچی 5000 بله. تا الان بله. این مشکل دولت احمدی نژاد مجموعه حاکمیت، یعنی این مشکلاتی که هست آیا این نیست که از یه جایی خیلی پیش از احمدی نژاد شروع شده، عدم کفایت هر علتی داره رسیده به الان؟ قطعا آقای چالنگی، وقتی که من اگر توجه کنید اشاره کردم به این موضوع، تبلور فرو ریزش در نظام آقای احمدی نژاد، من جز اون آدم هایی هستم که خیلی امیدوار بودم حاکمیت در جمهوری اسلامی اصلاح بشه، یعنی باورم بر این بود که شب به من یه روزنامه نگار، چون من هیچ وقت فعال سیاسی نبودم و نخواهم بود، مطمئنا در فرآیند قدرت آتی هم باز هم احتمال داره که ما هم به من یه روزنامه نگار باز یقمون رو بگیرن و باز هم، چون روزنامه نگار جماعت نقنقوست، هیچ وقت خوبی ها رو که میگن همه میبینن، شما به دنبال شهر رو گرفتاریش بگردید، پس آدمی که از شهر میگه حتما مورد توجه نخواهد بود حتی در هر دوره بعد از اون باشه. من امیدوار بودم که این ساختار در نظام به یک اصلاحات برسه به معنای واقعی، ولی حقیقت اینه که شما اصلاحات در چی میخواید ایجاد بکنید؟ این باور وقتی درسته که شما نشانه ها و رگه هایی رو درش ببینید. ما امیدوار بودیم بعد از جریان حضور آقای خاتمی در ایران و برای اولین بار به هر صورتی در دوره خودش یک اتفاق متفاوت بود، بعد از چند سال در ایران انتخاب های انتصابی به نوعی و کاملا دیکته شده، رئیس جمهوری که کاندیدوری باید بین 2 نفر انتخاب می شده، بین یه نفر به نوعی بین یه نفر بوده حتی در یه مقاطعی، و مردم رأیشون رأی بوده که خدای بلاغون کرده و علما به مردم رأی رو میدادن. شما فراموش نکنید نقش روحانیت مبارز، نقش سازمان یافته جریان های دینی و روحانیت در ایران الان میبینید دیگه اصلا وجود نداره، یعنی دیگه اصلا چیزی به این اسم دیگه نه مجمع روحانیون هستش نه روحانیت مبارز هست نه چیزی هستش. نکته ایش البته برمیگرده به همون حرف شما، این خیلی نکته جالبی است که اصلا برای اولین بار در تاریخ شیعه هست به این شکلش بعد از انقلاب پیش میاد که به اینجا رسیده. شما 4 تا 3 تا 2 تا آیت الله مرجع تقلیدی زینفوز دیگه ندارید؟ نه ندارید، یعنی هر دوره رو که شما برمیگردید به عقب به تاریخ شیعه رو بررسی میکنید از زمان تأسیس حوزه، از زمان مرجعیت چه در ایران چه در کربلا چه در نجف به خصوص، به هر حال مرجعیت چند نفری بودن که صاحب، یعنی شما الان دیگه ندارید اینو. درسته یک عده‌ای رو به زور دگنک
دارن میگن آیت الله العظمى، ولی اون نفوذو نداره. ببین یه بخشی هستش اینه که من اعتقاد دارم که این مرجعیت وجود داره آقای چالنگی، ولی مسئله نفوذ مطرحه. یعنی مرجعیت بله، مرجعیت بسیار از علما هستن که خب مرجع تقلید هستن، از نظر بسیار از مردم قابل قبولن. ولی من یه نکته به شما بگم، ما بعضی از مراجع داریم که بسیار آدمای با نفوذ هستن در بین مردم و شاید بسیاری از موارد مردم واقعا به نظرات اونها تأثیر میکنه. شما مرجعی داریم ما که بگی آقا بازار رو تعطیل کنید، همین رو میخوام عرض کنم. اما ببینید در طول یه دهه، دو دهه، سه دهه، شما وقتی حاکمیت تعریف کننده روابط دینی هم میشه، این بود و نبودها گزینشی است. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا آیت الله مکارم شیرازی اظهاراتی که میکنه مقبول است، آیت الله سیستانی اظهاراتی که میکنه مقبول نیست. خیلی روشنه نماینده آیت الله سیستانی در مشهد آیت الله مثلا فلانی میتواند فلان جور برخورد کنند، در فلان جا نمیتواند. آیت الله خویی مثلا اینجوری قابل قبول نیست، رسالش اونجوری نیست. خب به هر حال بعضی از میدونیم بر اساس نظر علما چه ایشون باشن چه نباشن، بسیاری به رساله ایشون مثلا تأثیر میکنه. آیت الله منتظری مثلا خب یکی از مراجع تقلید محصور بود در تمام مدتی که ایشون در سالهای آخر عمرش بود، اساسا با اینکه از یکی از مراجع تقلید بود، هیچ وقت اجازه کوچکترین اظهار نظری بهش داده نمیشد. به این علت که من یه تجربه دارم، شاید من چون گزارشگر میدانی ام در اصل قضیه، من روزنامه‌نگار اجتماعی ام به نوع اگر شخصا هم خیلی اجتماعی هستی و اصلا کار من بیشتر روزنامه‌نگاری اجتماعی است و شاید حوزه حقوق بشر یا نفر بیشتر. من تجربه یک مجموعه گزارشی رو داشتم در قم. من تقریبا چند سال پیش در روزهای آخری که در ایران بودم، یک از دلایلی که مجبور شدم ایران ترک کنم تهیه همین مجموعه گزارش بود. من 10 روز 12 روز در قم پرداختم به مسئله زندگی روحانیون، طلبه ها، حوزه ها و زندگی زیر پوست شهر قم. چون به هر حال شما میدونید قم و مشهد دو تا مراکز مهم خاستگاه روحانیت در ایران هستند و من در قم به نکته جالبی که برخوردم همین بحث بود. شما وقتی که کافیست کمی همراهی بکنید، بودجه های بسیار کلانی رو میتونید در قالب سمینارها، در قالب برنامه ها و در قالب مواردی از این دست بگیرید و اگه نباشید تو این قواره، این پول به دست شما نمیرسه. ببین این تعریف کننده است، اقتصاده. من در همون روزایی که اونجا بودم داشت سمیناری در ارتباط با مسئله مهدویت برگزار میشد که من به هر حال به بهانه بر خوردم و رفتم اون سمینار رو دیدم. اون سمینار یه سمینار بسیار معمولی از نظر من بود، حداقل. و خب جمعی از آقایون روحانی جمع بودن برای خودشون سمینار برگزار شد، مثلا 30 نفر تو این سمینار در یک سالن کنفرانس مثلا 400 نفر شرکت کرده بودن. بعد یکی از اون دوستان که در اونجا کار میکرد که جوانی بود بسیار زبده و فرد شریفی بود، به من اسناد و مدارکی رو نشون داد که برای این سمینار مثلا در 5 سال پیش بالا بر حدود مثلا 600 میلیون تومان هزینه سمینار برگزار کردن گذاشته شد. و من تعجب کردم و اون موقع به من گفتن این بخشی از فراینده، همین میدونن که این پول به سمینار، یعنی این روحانیون غیر دولتی هم بهره مند هستن. در حال ببینید شما دو دسته دارید حکومت، و در نتیجه شما اگر میخواین زندگی کنید، اگر میخواین اتومبیل پژو سوار شید، اگر میخواید وام خونهتون رو بدید، به تبع باید وارد پروسه بشید. همون من ناخواسته مجبورم بگم مافیای قدرته. خب یک همچین مافیایی که وجود داره، درست؟ البته مطمئن هستم که آمار رسمی منتشر شده راجع به ایدز در قم که اونم بس اصلا اونو فراموش میکنیم فعلا. بحثی داره که من اگر شاید یه روزی در یه برنامه دیگه شما دوست داشتید اصلا خاصه در باب قم برای شما بگم که اونجا چه چیزی بود. بله خیلی چیزا دوست دارم، ولی نه زیاد راجع به ایدز در قم. به هر حال زیاد برای موضوعی است که خیلی از بینندگان ما کنجکاو هستن بدون اطلاعات دقیق. طبعا آقای اردوان روزبه اطلاعات دقیق دارن، گزارش‌های دقیقی حتما و مورد اعتماد. حتما هم خدمتتون، یه همچین نظامی که هست چه نیازی به انتخابات ریاست جمهوری داره؟ به قول شما امیدی به اصلاحش نیست، تا اونجایی که فرمایشتون بود، حرف شما بود، و هیچ فرقی هم به نظر میاد نداره حسن بره حسین بیاد. چه نیازی به 88 فصل خطاب یک اتفاقه به نظر من. من حرف شما رو تایید میکنم. من بعد از جریان سواله میخوام بگم که در پاسخ به سوال شما اصلا این سوال رو تایید میکنم در این بخش قضیه که چراش نکته بسیار ساده است. وقتی یه بررسی میکنم به گذشته و اتفاقاتی که در گذشته در ایران افتاده، وقتی که آقای خاتمی آمد بسیار از مردم معتقدن خیلی تحولات ایجاد میشه. البته من معتقدم شده،
اما نه به اون فرآیندی که خیلی باور میکنم. ببینید در بدنه نظام آدمایی در داخل نظام بودن که اعتراضی رو داشتن و این قالب به قالب جنبش اصلاحات گرفت خودش، اما حقیقت اینه که اونا بدنه نظام بودن. امیدوارم دوستان اصلاح طلب خیلی دلخور نشن از این حرف من، ولی این حقیقت چیست، کسانی که در داخل نظام وارد بحث و نقد و بررسی شدن بسیار آدم بودن که حتی یه سال قبلش هم در خود بدنه نظام با همون فرمال قبلی و فرم قبلیش داشتن کار میکرد. اما اتفاقهای بدی هم در اون دوره نیفتاد، از جمله این که خب خیلی از مسائل مطرح شد، خیلی ها معتقدن نه جمهوری اسلامی تثبیت شد با آمدن اصلاحات. من موافق نیستم، اصلا تثبیت جمهوری اسلامی بر پایه یک اتفاق دیگه است. اجازه بدید من خیلی همه رو بر نیاشوبم بر علی خودم در یک برنامه امروز، ولی ضعف اپوزیسیون در خارج از کشور اجازه من میدرسم از اینکه بعدا دوستان شما بر من خورده بگیرن، ولی دوستان پایداری پایداری نه دوستان منظورم دوستان روزنامه نگارمون و دوستان صاحب نظرمون. من عادت دارم که از هیچ وقت از کلمه دشمن یا آدمهای بدخواه استفاده نمیکنم، چون معتقدم کسی دشمنی ذاتی نداره. واقعا اشتباهاتی در تعریفه که آدم در تعریف برنامه ویژه هم میزنیم برای آگاه شدن از عقاید فلسفی اردوان روزوی که نظرات بسیار خوب انسانی است، بنده میدونم در زمینهای مختلف. شاید واقعیتش اینه که اجازه بدید کلاه هم خانم رو قاضی کنیم و بگیم که اگر جمهوری اسلامی به این مدل فعلیش هم هنوز 13 و خورده باقی مونده، قدرت جمهوری اسلامی نبوده، ضعف اپوزیسیونش بوده. به هر حال نظریه البته یک حکومت همونطور که اشاره کردید به خاطر یک رویداد نیست که میمونه یا به خاطر یک رویداد نیست که میره. اون چه که عوامل مختلفی هست، چه حکومت بخواد، حاکمان هر کشوری بخواد چه نخوان، کار خودشو خواهد کرد. خیلی ها معتقد هستن حکومت ها وقتی برسن به اونجایی که کسانی که حکومت میکنن مسئولیت ندارن، یعنی امروز وزیر فردا ممکن زندان باشه، امروز وکیل مجلس ممکن شکنجه بشه، حتی اعدام بشه، این نشون میده حکومت، نشونه این هست که حکومت افتاده در یک سرازیر. این هم نظری است. با آقای اردوان روزبه، مدیر و سردبیر رادیو کوچه، رسانه خبری فارسی زبان، در از فارسی زبان هست، به زبانهای دیگه انگلیسی نیست هست و زبانهای دیگه نیست، بله، گفتگو میکنیم در تفسیر خبر از شبکه ایران فردا از استودیوی واشنگتن. لحظاتی دیگه با شما عزیزان خواهیم بود. بینندگان عزیز در ایران و هر نقطه دیگه جهان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید، از واشنگتن با شما هستیم به اتفاق آقای اردوان روزبه، مدیر و سردبیر رسانه معروف رادیو کوچه، رسانه خبری رادیو کوچه، که مطمئن هستم همه شما عزیزانی که اهل خبر هستید و پیگیری خبر، حتما در طول روز یا شب، گاهی وقتا بعد از نیمه شب، کسانی که شب زنده دار هستن و خبرها رو دنبال میکنن، حتما سری به رادیو کوچه زده اید و میزنید. آقای روزبه گرامی، به انتخابات برگردیم. بالاخره به ما خواهید گفت که این انتخابات عرض کنم خدمتتون با چه هدفی برگزار میشه؟ خیلی ها معتقدن جمهوری اسلامی این رو برای فریب یا ویترین خودش گذاشته، برای اینکه به غرب بگه ما دموکراسی داریم. آیا در غرب، اینجا هم غرب دیگه نیست، در این واشنگتن که بسیار پایتخت سیاسی جهان هست، خبر ندارن که این چی که در ایران میگذره دموکراسی هست نیست، با چه هدفی برگزار میشه، با چه هدفی؟ اینو شما به ما بگید. خواهش میگم، من اعتقاد دارم که به تصور من و به آنچه که من برداشت میکنم، ممکنه ناقص، ولی اتفاقا من اعتقاد دارم که این برای غرب نیست، چون فرایند لاپوشانی فرآیند مشخصی است. شما
و بعضی از کشور من در آسیای جنوب شرقی سالها زندگی کردم. مالزی. بله. بله خبر. در مالزی در کوالالامپور وقتی شما در بزرگ راه حرکت میکنید با خودتون میگید که واو کشور گل و بلبله، در سرزمین استوایی بزرگ راه های بزرگ، برج های دوقلو، برگر کینگ، مکدونالد، KFC، همه چیز، زارا، نمیدونم چیزهای دیگه، همه چی پیدا میشه و با خودتون میگید که اتفاق چقدر بزرگه. در همین کشور مجلس دیروز منحل شد، در تمام اون تصویر زیبایی که از این کشور شبه فدرال دموکرات اسلامی که داده میشه، رئیس دولت آقای نجیب تون رزاق مجلس منحل کرد و قانون اساسی خودشون قدرت داره و این کار کرد. این اهرمه و اهرم به فشاره و از اهرم است. در سال گذشته من یکی از گزارشگرانی بودم که در خیابان‌های کوالالامپور همراه مردم معترض در جنبش برسیه بودم. جنبش مشهوری است که این روزها اسمش در مالزی زیاد شنیده میشه. جنبشی مبتنی بر گرد همایی و همایش چند حزب مخالف دولت که با هم جنبش رو اسم برسیه رو اندازه. حالا این چجور میرسید به انتخابات؟ عرضم همینه میخوام بگم. و اون این اتفاق افتاد درش و هیچ نگرانی هم نداشت. میدونید چرا؟ چون باورشون بر این بود که اون بخشی که شما خیلی شیک میبینید برای غربه، اما یه بخشی وجود داره که مال داخله و داخل اگر نتونن کنترلش کنن از هم میپاشه. این شاید خصلت حکومت‌ها در شرق باشه به نظر من. حکومت‌هایی که مبتنی بر جهان متاسفم بگم جنوبی و به روش حکومت‌های جهان جنوبی اداره میشه. البته ممکنه اینم نباشه، یعنی مثلا بخش عمده شن راه و ساختمون درست کنن یه روند آبادانی ممکنه باشه. نه بدل اینکه بعد من مجبورم در تو چیزهای دیگه در اون کشور صحبت کنم، مثلا در چین شانگهای مثلا خب جای توسعه این اتفاق نفیز. در من متأسفانه در مالزی اینجوری است. شما توریست‌های غربی بخش عمدهشون در کوالالامپور مستقرن و در بخش از جدارش درست در شهر کوالالامپور کافیه فقط شما 50 کیلومتر فاصله بگیرید تا معنای فقر واقعی رو بفهمید. نه این تضاد که هست. و من میگم که یه تصوری وجود داره، بخشش مال بیرونه و بخشش مال درونه. در بخش درونه اجازه بدید من اینجوری به موضوع نگاه کنم که یه بخش بیرونیش در مورد ایران به نظر من اساسا دیگه مفهوم نداره. در کشوری که مسئله رسوایی کشتارهای بدون دادگاه، بدون اعلام نظر، بدون روشنسازی و شفافسازی انجام شده، در کشوری که هنوز پرونده مثل پرونده کهریزک بعد از 4 سال روی میزه و هنوز کسی نمیتونه جواب بده، در کشوری که رئیس سازمان تامین اجتماعیش متهم ردیف اول یک پرونده جنایی بزرگیه که در اندازه های یک جنایت ملی میشه برآوردش کرد، این یه دعوای شخصی نبوده. ما در دولت ایران داشتیم آدمایی که در دعوای شخصی عضو به هر حال وابسته به دولت، نه حالا عضو رسمی دولت بودن و با گلوله زدن دشمنشون رو کشتن، رفتن دادگاه جواب دادن و درگیر شدن و این حتی تا اون حد جدی قلمداد نشد، ولی این یه پرونده ملی است. آدم‌ها درش کشته شدن رفتن و میبینید این آدم در همون موقع در پست سمتی قرار میگیره که برای همه عجیبه. البته خیلی عجیبه، مثل آقای مرتضوی هست که الان نشستن، مثل آقای موسوی تبریزی حتی بسیار. ایشون اصلاح طلب شد، مورد حمایت بسیاری هم قرار گرفت و در اون کشور من میگم بعد بیرونش اصلا اهمیت دیگه نداره. یعنی اگر ما بگیم برای غربه، به نظر من شخصا فکر میکنم با تعبیر ناچیز حقیر تعبیر ممکنه به نتیجه نرسه، به جهتی اینکه شما در وقتی برای غرب باید نگران باشید که یه تصوری رو ساختید و اون تصور نمیخواید بشکنه و دیگه تصوری وجود نداره. آیا بحث دموکراسی است؟ تجربه ثابت کرده که دموکراسی حاکم نیست متاسفانه. من بازم دارم میگم، من از منظر کسی که دندون قروچه میکنه نسبت به جمهوری اسلامی نمیخوام حرف بزنم، من از منظر یه روزنامه‌نگار دارم صحبت میکنم. تصوری به لحاظ دموکراسی وجود نداره، تصوری به عنوان سطح ارتقای دانش عمومی وجود نداره، تصوری به عنوان حق عمومی، اون چیزی که در جامعه آمریکایی بهش میگن سوشال سکیوریتی، امنیت اجتماعی وجود نداره. شما بهداشت چیشه؟ خب پس این دیگه مسئله بیرونش اصلا چه اهمیتی داره. ولی من یک برداشت شخصی دارم. برداشت شخصی من اینه که اتفاقی در انتخابات 88 افتاد، جریان‌هایی رو به وجود آورد که در بدنه و درون نظام برای شاید اولین بار آدم‌ها به صورت عینی رو در روی هم ایستادن. در مدت‌های مدید پیش از این هم شما نگاه می‌کنید دوران آقای موسوی هم اعتراض‌هایی که نسبت به اتفاقات پیش میاد. ببینید آقای موسوی مرد بسیار ارزشمندی هم به نظر من و
ایشون سمبول های یک مبارزه است و من برشون احترام قائلم. اما آقای موسوی در دوره نخست وزیر هستن که جریان 67 خاوران هم پیش میاد و کسی نمیتونه این قتل عام زندانی ها. بله دقیقاً، بحث خاوران و بحث قتل عام زندانی ها در همون دوره مطرح میشه. ایشون بعدن اعلام کرد که بنده بی اطلاع بودم. اجازه بدید که من اینو باور نکنم، به جهت اینکه من معتقدم نخست وزیری در اون زمان چیز فرمایشی نبوده. خب که همین ببینید، امپراتور که نبوده بگیم در جریان نبوده. ما الان اینجا نیست، چون کشیده شد به اینجا. آقای موسوی شما حق دارید، برای هر کسی میتونید احترام قائل بشید. آقای میرحسین موسوی کشتارای 67 اتفاق افتاد، طولانی‌ترین دوره نخست وزیری ایشون بعد از امیر عباس اویدا در تاریخ ایران داشته. میگه اطلاع نداشتم، که به گفته شما بسیاری دروغ آشکاری است. بعد ایشون شعارشون میاد اعلام میکنه ما میخوایم به دوران طلایی امام برگردیم. یکی از اقدامات دوران طلایی امام آقای موسوی کشتارای 67 زندانی که شما اشاره کردید. من برای بینندگان میگم کشتار زندانیان سیاسی که دوران محکومیتشون رو میگذروندن و بعضن تمام شده بود، بعضن هم تمام شده بود، اعدام کردن بین 4000 نفر 3700 نفر تا 20000 نفر گزارش شده. مجموعه دهه 60 زندانیان بالای حدود 4000 نفر، شاید هم بیشتر، بیشترشون هم اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، بعضن گروه های و سازمان های مارکسیستی چپ و افراد مختلف. خب ایشون میاد یه همچی چیزی رو میخواد، یعنی مثلا طبیعی هستش که خیلی از کسایی که هدفشون رفتن به جلو آینده بهتری هست برمیگردن. بنده تایید میکنم حرف شما و دقیقاً به همین دلیل اشاره کردم که من گفتم با احترامی که برایشون قائلم، به خاطر اینکه بخش عمده از اون جامعه بهش احترام میذاره. من در کسبت یک روزنامه‌نگار ممکنه نظرم این نباشه، ولی معتقدم در کسبت یک روزنامه‌نگار میتونم بپرسم که آقای موسوی در دوران نخست وزیری ایشون اتفاقاتی مثل نظیر کشتار 67 پیش میاد و بحث کشتار خاوران که در طول چند ماه در تابستان 67 شما چند هزار نفر کشته میشن که روایت ها مختلفه، لذا من نمیخوام حالا روی روایتش تاثیر بذارم، و یا اتفاقات دیگر. شما ببینید در دورانی که ایشون حالا دستخطای از ایشون در میاد بیرون، دالو بر این که رعایت حقوق اقلیت ها شده، در همون دوره شما میبینید اقلیت باهایی اعدام شده در ایران. ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا خب هیچ کسی از هیچی مطلع نیست. البته فرایند این هستش که بسیاری معتقدن در نظام جمهوری اسلامی بسیاری از گروه های مخالفش امروز آدم هایی بودن که در بدن اصلی نظام بودن، دیگه نیازی به اسم آوردن نیست. بسیاری از دوستان در سپاه بودن، بعدها منفک شدن، بسیاری از دوستان در دستگاه وزارت اطلاعات بودن، امروز نقطه های مقابل حتی نظام هم گاهی اوقات مطرح میشن. اما موضوع کلی قضیه این هستش که فارغ از همین بحث ها، اتفاقات 88 برای اولین باره که اعتراض های مردم از حدود صندلی جلو تاکسی ها در میدان انقلاب تا آزادی و همچنین محافل خانوادگی دور هم چند نفر با پیژامه میشستن و گپ میزدن فراتر رفت. اینو فراموش نکنید، ما اتفاق در جنبش 18 تیر داشتیم، جنبشی که به هر حال چنان سرکوب شد و بسته شد که این پس هیچ وقت اجازه رشد نگرفت و بعد تا جنبش دانشجویی در کشور منتهی به یک سری اتفاقات بزرگ شد. بسیار از اعضای دفتر تحکیم بعد تا جنبش دانشجویی و از بین رفتن با من. الان به انتخابات که میرسیم، بنابراین انتخابات برای بیرون نیست، فایده ای نداره. این انتخابات قضیه خیلی ساده است، این انتخابات به نظر من برای مردم نیست. اجازه بدید من نظر شخصی رو بگم، برای مردم نیست این انتخابات. برای این انتخابات نبرد از بیننده های شما پوزش میخوام، اصطلاحی که به کار میبرم، ولی اصطلاحی هست میگن که گورکا گاهی اوقات به تو حلقه میزنن و من مجبورم که با این اصطلاح به کار ببرم. جنگ گورکاست و جنگ گورکاست بنظرم. به این علت که در دور فعلی شما اصلا مسئله این نیستش که مردم چی میگن، من بازم معتقدم به این، به جهت اینکه در آوردن آرا نمیخوام بگم حتما تخلف میشه، ولی من مطمئن هستم که بی تخلفم نیست. پس یه سری جریان وجود داره، از جمله اینکه مسئله رأی تکلیفی، شما حتما در مورد رأی تکلیفی با خاطر دارید، یه جریان است بین 8 تا 11 میلیون همیشه میگم وجود داره، هیچ بحثی توش نیست، نقد و آماده برای انجام در واقع انتخابات همیشه هستش. اینها در این دور حتی در رأی های تکلیفی هم انشقاق وجود داره و این مهمه. من فکر میکنم که مسئله این بار
حل موضوع سهمگیری و سهمخواهی در بدنه این نظام هستن. این از همه چی مهمتره به نظر من. بنابراین این دعوایی که وجود داره یا به تعبیر شما بسیار دیگه جنگ گرگ‌ها، این ارتباطی با سفره مردم نداره. یعنی مسائل مردم همینطور که هست، گوجه 5000 تومان بسته به شرایط دیگه است که داره گرون و گرونتر خواهد شد. سانکشن ها، مسائل مردم، مسائل گم شدن. ما الان یه پول نفت میلیاردی گم شده داریم و همه راجع به همه چی حرف میزنن، ولی این پول گم شده نمیدونم چند صد هزار میلیاردی که راجعش صحبت نمیشه، که چند پیش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اعلام کرد که آقا این پول گمه. یعنی اصلا مسئله خرید و فروش غلط نیست، یه پولی اصلا از وزارت نفت گم شده، هیچ کس هم حاضر نیست جواب بده بهش راجعش. در مورد آقای احمدی نژاد شهرداری تهران که چند میلیارد تومان پول گم شده در شهرداری وجود داره در دولتشون، باشه دعایی هست مخصوص گم پیدا کردن اشیاء گم شده، شاید برای پول نفتمون کارساز باشه. موضوع اینه که اینها جدی نیست. اگر شما فرزندتون براتون مهم باشه، آیا در شب تار در باران برف و بوران حاضرید با فرزندتون که تو ماشینو به جاده بزنید؟ نمیزنید، میگید فرزند من برام مهمه، حالا 2 ساعتم دیرتر برسم. بارها این حرف ما تو زندگیمون هممون زدیم. اگر دولت و حاکمیتی نگران مردمش باشه، آیا مردمش رو در همچون محاقی قرار میده یا نه؟ این سوال خیلی ساده است. پس من میخوام بگم اصلا میتونه مسئله مردم مهم باشه. خب آقا من حرف من همینه، یعنی من میخوام اینو بفهمم واقعا که این مشکلات مال دوران احمدی نژاد یا نه برمیگرده وقتی شما میگین فرزندان برای مهم نیست. مثال این تبلورشه. ببینید، یعنی زمانی که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی میاد صراحتا اعلام میکنه ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، اقتصاد مال چارپایان است، بله، امتی هم در پای صحبت ایشون صلوات میفرستد، درست؟ آیا این مشکلات از همون جاها شروع نشد؟ حتی همون زمانم رئیس جمهور وقت که آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر که کتاب اقتصاد توحیدی رو در آورده، ایشونم به نحوی مسائلی رو که مطرح میکردن در روال همین صحبتهای آقای خمینی بود، درست؟ یا تأیید ضمنی بود. بنابراین شما، من میخوام اینو ببینم که این آقای احمدی نژاد رو واقعا انصافه با یه چوب زدش که آقا این 8 سال این دولت 6 شد. ببین آقای احمدی نژاد تبلور اتفاقا بودن آقای احمدی نژاد و برخلاف جنایتی که در این دوره شد و حالا بخشش منتسب بهشون، بخش بدنه کل نظام. آخه در ایران همیشه حاکمیت و دولت جدا شده هستن، این اساسا سیاست کلی بوده همیشه در ایران. شما اگه توجه کنید، اگر به بیان اهل فن سیاست در ایران بپردازید کاملا میفهمید گروهی که در ارتباط با درباره نظام حاکمیت در ایران صحبت میکنن و گروهی که در مورد دولت در ایران صحبت میکنن، بسیاری از اهل فن سیاست داخلی این دوتا را اصلا منفک کردن در تمام مدت. و شاید مثلا این خیلی وقتی پررنگتر شد که آقای خاتمی هم بر سر کار آمد، یعنی دولت آقای خاتمی بود و حاکمیت ده. جمهوری اسلامی بود. اینا دو تا متفاوت. امروز من معتقدم دولت آقای احمدی نژاد تبلور این شکست ها و شکنج ها در بین هم دیگه است، نه اینکه همه این اتفاقه. به هر حال این دمل چرکی نیست که زیر پوست سالهای سال زده شد. اگه بخواید در عرض 2-3 دقیقه به ما بگید، چون صحبت تحریم ها شد، صحبت بیشتر بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست دیگه، این با اصل این وضعیتی که به وجود اومده انصافا کی هست؟ خیلی ها معتقدم، زنان اینو من اضافه کنم، که غرب در واقع اینو یک بهانه ای کرده برای ترسوندن کشورهای عرب و و و و این سالها داره بازی میکنه اسلحه‌شو بفروشه فلانی، ولی واقعیت اینه که دودش هم تو چشم مردم ایران میره. کی مسئوله؟ چند روز پیش با یک حقوقدان من گفتگوی کردم که اتفاقا گفتگو به زودی در کوچه هم منتشر خواهد شد. با یک متخصص تحریم ها من صحبت می کردم در این زمینه. ایشون معتقد بود بر اساس قوانین ایالات متحده و قوانین تحریم ها در مورد ایران، تحریم ها بخشش اصلا طرح موضوع غلطه، از جمله مسئله دارو که امروز مطرح میشه. ایشون میگفتش که ایالات متحده به هیچ وجه دارو رو برای ایران تحریم نکرد و دارو میتونه بره، و الان هم همین الان شرکت های دارویی موظف به فروش دارو به دولت ایران، به شرکت های خصوصی ایرانی هستن. منتها مسئله که وجود داره بحث تحریم بانک هاست.
بانک ها تحریم شدن به تبع اون درگیری وجود داره و این بخشش برمیگرده به نقش دولت ایران در مورد بانک ها. ببینید بانک ها وقتی پولشون در ارتباط با خرید اسلحه و ارزها رو ایجاد میکنن، سبک ها و سیاق های بانکی رو ایجاد میکنن، یوزانس میکنن، غیره میکنن، اینا همش در نهایت منتهی به خرید سلاح، تجهیزات و مسائل از این دست میشه. خب بانک ها وارد چرخه تحریم ها میشه. اما اجازه بدید اینو خیلی روک بهتون بگم، در طول تمام تاریخ تقریبا جز موارد خیلی خاصی که دو مورد که الان به ذهنم نیست، هیچ وقت تحریم های اقتصادی تغییری در روش حکومت ها ایجاد نکرده. نه اون یه بحثه، یعنی کی باعث این وضعیت، یعنی بخشش به هر حال برمیگرده به سیاست های حاکمیت در ایران که مال امروز نیست. به هر حال دوستانی که این روزها ما زیاد حتی در جریان اصلاحات و حتی در جریان نواندیش اسمشون رو میشنویم، کسانی هستند که از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتن و اینو نباید فراموش کرد که این تبعات تحریم داشت. ببخشید عرض میکنم تحریم ها از اونجا شروع میشه اساسا به طور سفارت. بله، وقتی سفارت امریکا در ایران گرفته میشه اولین قدم های قرارداد دیپلماتیک برداشته میشه. سفارت امریکا در ایران، من خاطرات بعضی از این بزرگواران رو میخونم این روزها در ارتباط با سفارت که چند بار سفارت بله. گرفته میشه و بعد آزاد میشه. خانم اما در مسئله ابتکار، بله من خواستم اسم رو میخوام بگم که به هر عنوان مجری یا سردبیر این برنامه، خانم مسئله ابتکار بعدها مشاوره خاتمی شد. بله و شما میبینید این دوستان دقیقاً و بعد میبینید که این روزها صحبت این دوستانه. خب اینها کسانی هستند که از دیوار سفارت رفتن بالا، یعنی کسانی که اولین قدم ها رو برای سانکشن در ارتباط با ایران اینها برداشتن. بله امروز در این حاشیه قرار میگیرن و بس متاسفانه با صداقت بگم که کی بود من نبودم میشه. خب دوستانی که روز اول این قدم ها رو برداشتن فکر آینده رو نکردن. تحریم ها از اونجا شروع شده، سانکشن ها از اونجا شروع شده و این هر دفعه رشد کرده. بعد ها مسئله اتمی مطرح شده. من میخوام بگم مسئله انرژی اتمی حق مردم ایران هست، ولی در چه شرایطی؟ شما چه هزینه میدید؟ شما اگر به شما بگن که آقا برای سوار شدن به اتوبوس باید شما یک دستتون رو بدید، شما به اتوبوس میگه پیاده میره خونتون، پیاده میشه، طبیعی هم هست. بنابراین بله، خانم معصومه ابتکار مترجم و سخنگو بودن، یعنی رابطه با و الان هم یه سمتی دارن ایشون. ایران وضعیت جالبی پیدا کرده، یعنی مثلا کسانی که رسما قاتل هستن مثل آقای وزیر کشور شدن در دولت احمدی نژاد. بله پور محمدی و بسیاری، یعنی و خب اونه بسیاری که کسانی که باید پرونده‌شون واقعا بررسی بشه. پور محمدی در کشتار دهه 60 بوده دیگه، از یکی از سه نفری که معروف است. یا آقای موسوی تبریزی که کمتر از آقای سعید مرتضوی آدم نکشتن، میان و صحبت ما نه دادگاه هستیم، نه من، نه ایشون، نه هیچ روزنامه نگار دیگه. منتها یکی از کارهایی که روزنامه نگاران در شرایطی میکنن اینه که عرض کنم خدمتون کمک به حافظه بینندگان خوانندگان خودشون است. اون چی که تاریخ هست بازگوییش به معنای قضاوت فقط نیست، در دسترس قضاوت قرار دادن شاید باشه اما قضاوت نیست. به دادگاه نورنبرگ برگردید میبینید در اونجا روزنامه نگاران چه سهمی داشتن و در نقاط دیگه ایشان. با آقای اردوان روزبه گفتگو میکردیم. با سپاس بسیار از شما. از شما متشکرم. هستم و برنامه خوبه. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و کوهساران دراک در فارس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد با. Thank you.